مجدد عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما. آزمایشی برای اینکه بهتر بشه روند آموزش، فکر میکنم که هم صوتی باشه هم تصویری که بیشتر استفاده بکنید. بله، جلسه قبل در تو با نیت بود و نقش نیت در ارزش گذاری کار و در واقع نقش کار در تأمین بهداشت و سلامت روانی. فیش تحقیقی که برای برداری خدمت بزرگتون عرض شد که اینو من بزرگش بکنم که تمام صفحه ببینید. اگر که میبینید که خیلی خوبه، به صورت نمایش تمام صفحه. بله میبینید، خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، از خدا میخوام که سلامتی رو به همه ما بده، همه انسان هایی که گرفتار بیماری هستن از این بیماری رها بشن و سلامت بشن. این ذکر بود از همون خودمون که بنی آدم از یک گوهر و از یک پیکر هستند. دوستان، چیزی که دارید توی صفحه میبینید یک فیشی هست که در ابعاد متناسب با فیش، مثلا برگه A5 تهیه شده. این میشه برای یک فرد پژوهشگر یا فردی که تحقیق میکنه یا فردی که حداقل گردآوری میخواد بکنه در اسناد پژوهشی مثل کتابخونه، کتاب و منابع مکتوب، برای خیلی به کار میاد. گرچه منابع شفاهی و تحقیقات شفاهی میتونه همین شبیه همین فیش هم داشته باشه. در هر شکلش وقتی شما مراجعه میکنید به یک کتابی، چه در خونه دارید یا اینکه در کتابخونه دارید، یک مطلبی از اون کتاب شما رو اصطلاحا میگیره یا علاقمند میشید از اون استفاده بکنید. برای اینکه کار اصولی و کار درست انجام بدید، غیر از محتوایی که میخواید بررسی بکنید و برداشت بکنید، باید شما در قالب فیش استاندارد تحقیق این کارتون استران مستند بکنید. قبل از تحقیق و پژوهش استران مستندسازی خیلی مهمه و استناد باشه، استنادیه هایی که روی فیش ها هست خیلی خیلی مهمه. مراکز مختلفی فیش های مختلف تحقیق ارائه دادن. حالا من یه نمونه‌ای که خودم داشتم براتون آوردم. اون چیزی که ابتدا فرد باید داشته باشه، عنوان و عناوینی که مهمه بنویسه. بعد از اون عنوان موضوع کلی و عامه که جلوش یادداشت میکنه. بعد از اون موضوع جزئی و خاصشه و موضوع خاصتر که میشه اخص و همچنین محور بحثه. مثلا تو موضوع خودمون درسی که الان داریم، عنوان مثلا اخلاق کاربردیه، موضوع کلیش اخلاقیات ویژگی‌های درونیه، موضوع جزئیش اخلاق انسان در حوزه معاشرت یا اخلاق معیشت، موضوع اخصش که خوب یادداشت برداری بشه خدمتتون عرض که انواع معاشرت و ارتباط با یکدیگر و همچنین محور بحثی که الان دارید، انواع معاشرت های جامعه ایرانی، اون محور بحث میتونه باشه. همچنین در موضوعات رشته خودتون که احتمال داره فنی باشه، مهندسی باشه، مثلا موضوع جبر باشه، موضوع ریاضیات باشه، هندسه باشه که زیر مجموعه هندسه بالاخره مثلثات از زیر مجموعه مثلا مثلثات، یه سری موضوعات دیگه است تا میاد به موضوع اخص و محور بحثتون. همچنین در ردیفی که در سطوحی که روبروش هست منبع ذکر میشه، کتاب هست، مقاله هست، نرم افزار اشاره میشه و جلدش، جلد چندم هست، مؤلف و صاحب اثر که در روی
یک کتاب اسمش هست، در شناسنامه کتاب اسمش هست، و صفحه‌ای که شما یادداشت برداری میکنید، اگر مترجم دارید مینویسید، اگر ناشر هستی مینویسید، اگر ناشرش اینترنتی بود مینویسید، مثلا نشر دیجیتالی در سایت اینترنتی فلان، تاریخ انتشارش هم همینطور اشاره میشه و نوع یادداشت. این خیلی مهم است، نوع یادداشت ما معمولا برای پژوهشگر دو جور پژوهش میکنه پژوهشگر، یا اینکه پژوهشش مستقیمه یا نامستقیمه، یا اینکه در حوزه‌های دیگه کار پژوهشگر تلخیص و ترجمه است. یه سوالی میکنم راجع به نوع یادداشت و پژوهش مستقیم و نامستقیم، کسی تجربه‌ای داره برامون توضیح بده؟ اگر کسی توضیحی داره بگی که استفاده بکنیم. خب بچه ها گوش بدید تا من بهتون بگم. شما در پژوهش شدون، اگر پژوهش فرهنگ نامه‌ای هست، مثلا میخواد واژگان رو در فرهنگ ها پیدا بکنید. فرهنگ نامه‌ای یعنی معنای برابر واژه به واژه. مثلا شما میخواید معنای انسان رو در فرهنگ ده خدا پیدا بکنید، یا انسان در فرهنگ انگلیسی پیدا بکنید، شما باید یادداشتتون مستقیم باشه، دقیقا اون فرهنگ چی گفته. پس یادداشت مستقیم به حوزه فرهنگ نامه ها برمیگرده، به حوزه معنای واژگان ها برمیگرده، به حوزه تعاریف برمیگرده. مثلا در یادداشت شما از یک کتابی اگر تعریف انسان از نظر یک جامعه شناس بوده، که تعریف معمولا با دو نقطه شروع میشه، بعدش داخلش یک گیومه میاد و با دو گیومه بسته میشه، اینها هم یادداشت مستقیمه. پس فرد اینجا باید یادداشت مستقیم بکنه و حق نداره یادداشتش رو نامستقیم بکنه، یعنی غیر مستقیم یادداشت بکنه و یادداشت برداری، اصطلاحا تلخیص بکنه، یا اینکه برداشت خودش رو بنویسه. یک نوع یادداشت هم نامستقیمه، مثلا شما چند بند از یک کتاب رو میخونید، بعد برداشت خودتون رو یا تلخیص میکنید یا نامستقیم ارائه میده. البته مستقیم یا نامستقیم یک معنای دیگه هم داره. مستقیم اینه که شما به منبع دست اول ارجاع میدید، مثلا مستقیم ارجاع میدید به منبعی که داشتید، این معنا هم داره، یعنی استنادش به منبع اولیه هست و همون منبعی که ده خدا گفته. ولی خب مثلا از مرحوم ده خدا آقای دکتر حسن انوری هم نقل قول کرده در فرهنگ بزرگ سخن، شما اینجا قیل سخن ده خدا رو مستقیم ارجاع میدید و باید ارجاعتون در قسمت جلد و صفحه، جلد صفحه و ناشر و همچنین مؤلف، باید به خود مرحوم ده خدا باشه، یعنی مستقیم اگر صاحب حرف هست و صاحب پژوهشه به خود ده خدا ارجاع بدید، نه به فردی که مثلا مرحوم انوری هست که نقل قول کرده. پس اینها اصطلاح مستقیم و غیر مستقیم یا نامستقیم نقل قول ها اینجا هست. یک فرمولی رو در یک رشته شما میبینید، در یک کتاب میبینید، ببینید اولین کسی که ارجاع داده منبع دست اولش اورجینالش برای کی است، اصلش است که این یه جور منبع مستقیم و نامستقیم است توی ارجاع. و توی محتوا هم همینه که ما در واقع میخوایم عین محتوا رو ارجاع بدیم. تلخیص هم که عرض کردم یادداشتتون احتمالا خلاصه برداری یا ترجمه است که امانت زده میشه. در ادامه چند سطره که میتونه یادداشت و پژوهش فرد رو اشاره بکنه و بیاره که فرد پژوهش میکنه اینجا میاره و نظریه خود پژوهشگر هم پایین میاد که در موافقت یا مخالفت اون پژوهش ذکر میشه. همچنین بهتره برای کسایی که پژوهش میکنن کد پژوهشی بزنن، یعنی مثلا برای علم ریاضیات مثلا زده بشه 0.1، برای مثلا علم علوم انسانی بشه مثلا 0.2، بعد اساس اون 0.1 و 0.2 شما شماره فیش هم میتونید بزنید از 1-2-3 و این شماره فیش ها قصدش اینه که بعدا وقتی اضافه میشه و جمع بندی میشه دسترسی براتون خیلی راحته. حالا این فیش ها بعدا میتونه کتاب تولید بشه یا تهیه به تبدیل به کتاب های زیادی بشه. این از
فیش بود که کلیاتی از فیش برداری اون براتون اینجا نشون دادم. خیلی خوب، اگه سوال دارید مطلبی دارید بفرمایید، من در خدمتم. دوستای عزیز، من به خود کلاس برگردم و فضای کلاسمون که میخوایم ادامه مباحث داشته باشیم. یه نکته راجع به فیش برداری خودتون در نظر داشته باشید. فیش برداری که میخوام بگیم، ببینم دوستان پیام چیزی دارن. متوجه پیامتون نشدم، اگر که زحمت نیست تایپ بکنید که من ببینم منظورتون چیه. خدمت رو نشود که کسایی داشتن بودن، کسایی که میخوان پژوهش و تحقیق بکنن، این فیش برای ابعاد استاندارد مثلا A5، ولی تنها کاری که میتونید انجام بدید و خیلی راحته فیش های کاغذی 10x10 هست که توی یک ابعاد قرار میگیره و میتونید جلو دستتون بذارید و بسته بندی بشه. این خیلی خوبه در حد رشته درسی که انشاءالله ادامه تحصیل میدید، از الان شروع بکنه فیش برداری کردن و در هر جایی ننویسید، اصلا پاکیزه بنویسید. و این پاکیزه نوشتن هستش اینه که بعدا وقتی میخواد مراجعه بکنید راحت ازش بهره برداری و استفاده رو میکنید. این حسن داره تا اینکه در هر گوشه کتاب مطلبی بخواد یادداشتی بردارید، خب براتون خیلی قابل استفاده نخواهد بود. بگذاریم، این از فیش برداری بود که من براتون دوست داشتم که بگم، اشاره براتون قابل استفاده بوده و منابع زیادی از برای روش شما داشته باشید و بررسی بکنید. این کتاب روش ها، روش تحقیق، روش پژوهش، روش تألیف، روش نگارش و نوشتن مطلب رو براتون میاره. خدمت هم اشتراد که برای روش تحقیق و پژوهش هم مطلب زیاده. اگر گوشتون به من هست، یک سوالی که در بردارنده 5 تا سوال ضمنی هست براتون در ادامه این فیش تحقیق بگم که تکمیلی بحثمون باشه. عرض کردم اگر به گوش هستید و علاقه مندید، من براتون اینو میگم. فقط دوستایی که هستن 2 نفر، 3 نفر، چند نفر با ما هستن، خدمت رو نشود توی فعلای کامپیوتر میتونم مراجعه بکنم ببینم، ولی خب برای اینکه سریع تر بشه، یک نویسنده برای پژوهشش قبل از نوشتن باید یک سوال بکنه که در بردارنده 5 تا سواله. یک، برای چی می نویسم؟ برای کی می نویسم؟ دو، چرا می نویسم؟ در چه موقعیتی می نویسم؟ با چه بودجه و امکاناتی می نویسم؟ این پنجمیش هم مهمه. هر نویسنده، هر پژوهشگر برای نوشتن پژوهشش و مطلبش این 5 تا سوال از خودش میپرسه. مهم هم هست. اگر اینا رو جواب دادیم دیگه محور پژوهشمون و تحقیقمون خیلی در واقع منضبط میشه و سامان پیدا میکنه. هر کتابی رو ما نمیخونیم، هر مطلبی رو نمیخونیم و هر مطلبی که خوب هست و ببین گفته میشه خوبه، نمیریم دنباله، چون شاید تو اون شرایط، در چه شرایطی و با چه بودجه‌ای، این خیلی مهمه. دو تا سوال آخری خیلی مهم است که فرد بتونه داشته باشه و بتونه کارشو انجام بده. ممنونم از اینکه توجه کردید. ما اومدیم به فصل چهارمی که جلسه قبل گفتیم، فصل پنجم میشه. امروز روی پاورپوینتی که دارید میبینید یادداشت کردیم، فصل گذشته رو ارائه دادیم. حالا میرسیم به فصل پنجم که اگر اجازه بدید من اینو نمایشش رو صورت تمام صفحه بکنم که ببینیم. خیلی خوب، بله، اخلاق معیشت رو عرض کردیم، بعد رسیدیم به نقش نیه در ارزشمندی کار و نقش کار در تربیت و بهداشت روانی. همچنین بحث امروز هم اخلاق معاشرت و انواع معاشرت. یه درخواستی از شما دارم،
دو تاش مطالبی که ما گفتیم در خود کتاب چند دقیقه مطالب کتاب رو ملاحظه بکنید، از اهمیت و جایگاه معاشرت، انواع معاشرت و معاشرت های انسانی، تا برسیم به صورت اصلی و یک پسیش رو بچه ها سعی بکنم با توجه به این فضایی که الان من براتون آوردم. صفحه کامپیوتر منو دارید نمید. خیلی خب، بله، اینو شما مطالعه بکنید. انواع معاشرت ها، معاشرت های انسانی، معاشرت های آیینی، معاشرت های شهروندی، معاشرت های دوستانه، خانوادگی تا آخر. اگر خودتون هم که توی کامپیوتر مراجعه بکنید و اونو داشته باشید، من صفحه کتاب هم بیارم ببینیم که راحت تر باشه برای رسیدن به مطلبمون، مطلبی که برای کتابه از معاشرت راحت خوبش رو پیدا شد. سعی میکنم آخر کلاس یک کلیپی هم از طرف معاشرت دادم باشه براتون بذارم که استفاده بکنید. همونطور که اهداف این درس رو داریم میبینیم، هدف اینه که انتظار میره ما تأثیر فوق‌العاده معاشرت رو در شکل شخصیت دقت بکنیم. معاشرت میتونه معنای همون ارتباط باشه، برخوردها باشه و در اختلافات چه نقشی داره، آشنایی با اهمیت جایگاهش پیدا بکنه و اصطلاحاً امر به نیکی ها و نهی از بدی هم در معاشرت ها که خیلی تعیین کننده است داشته باشیم. همینطور که داریم میبینیم اهمیت و جایگاه معاشرت هست که دارید میبینید، ملاحظه بکنید، بخونید تا من همراه شما پیش میرم. اهمیت و جایگاه معاشرت. خدمت هم هرشد که ما رسیدیم به این بحث معاشرت، من سعی میکنم برای امروز بیارم. خب بچه هایی که توجه میکردم و مطلب یادشون بود، بفهمم که از این چند سطر چه چیزا یادشون مونده. از اخلاق معاشرت این جمله رو اشاره کرده بودن، از اخلاق معاشرت در اهمیت و جایگاه معاشرت بود، جایتون هست؟ اهمیت معاشرت، همون اهمیت معاشرت که انسان مدنی به طبعه. بله، خب ببینم دوستان چی فهمیدن، اگر صوتی باشه بهتره. بچه ها اهمیت معاشرت، خب ابتدا من بیان ببینیم فرمایش شما چی هست، چی گفتید؟ آفرین، انواع معاشرت، انسان مصالحت با دیگران. خیلی خوب، دیگه چی داریم؟ خدمتتون عرض که انواع معاشرت رو گفتیم، در انتها یک عنوان اشاره شده بود، بله دستشون در نکنیم، معیار معاشرت هم اشاره کرده بودن که آیا معیار وجود داره، مطالبی که در کتاب بود. یه بیت شعر هم که خیلی معروفه در با معاشرت های انسانی اشاره شده بود، اگه کسی یادشه بگه. حالا یا صوتی بگید و اینکه یاد داشت بنویسید سریع تر بنویسید که من ببینم. همین از شما که همراهی کردید. اگه مطلبی ندارید من اینجا یاد داشت میکنم. دوستان، اهمیت معاشرت، انواع معاشرت، معاشرت های انسانی بود، بله، معاشرت شهروندی بود، و هم مواردی که اشاره شد، همچنین معیار معاشرت، ارتباطی که با هم دیگه معیاری هست، و اصلاح پذیری، اصلاح دادن و اینکه رفع و فتح امورات که بنی آدم همه از یک گوهر و یک جوهر هستن، بنی آدم اعضای یک دیگر هم که در آفرینش زیه گوهر هم جا در آور روزگار دیگر آسفار ها نموند قرار. این مسئله مهمه بود که اشاره میتونستیم بکنیم. خیلی خوب، یک کلیپ ها توی یکی دو دقیقه مونده من
براتون سعی میکنم پخش بکنم که ببینید و استفاده بکنید و شما رو به خدا بسپاریم. بله شما که صدا باشه و بتونید گوش بدید. دوستان صدا داشتید مطلب رو؟ ظاهرا صدا شاید به درستی نمیومد، ولی حالا یه نفر نیستی که صدا و تصویر رو داشتن. من اصلا براتون اشتراک بذارم، احتمال دادم که یه مقدار دیر میشه و فرصت نباشه. صحبت هایی که این سخنران میکرد در طور معاشرت هایی هست که خیلی نتیجه نمیده و با افرادی هست که مثبت نیستن. میگه اینا رو اگه دور نکنید افراد مثبت در زندگی نمیان و با افرادی معاشرت بکنید ثابت قدم باشن، با افرادی معاشرت بکنید که با خدا باشن، با افرادی معاشرت بکنید که درست کار باشن. اشاره که موفق باشید و سلامت باشید. چند دقیقه که میبرم اختصاص میدم به یک چند لحظه به هم فرصت بدید. خب بله لطفا کسانی که نیاد داشت بکنن. خیلی خوب ممنون از این که امروز هم تشریف داشتید. حدود 19-20 نفر که صحبت ها و مباحث رو گوش میدادید و انشاءالله که سلامت باشید. دو تا نکته میخوام بهتون بگم. یکی این که مطالب رو انشاءالله تو سایت سمیاد براتون برگزاری میکنم، این یه نکته. و همچنین آمادگی داشته باشید اگر آزمونی میخواستیم بگیریم و مطلبی خواستیم بگیریم براتون اطلاع‌رسانی بکنیم و از طریق دوستمون نماینده کلاس به شما منتقل میکنیم. فکر کنم آقای مبینی باشن نماینده کلاس اگر اشتباه نکنم که چون زحمت میکشه. اگر صحبت یه فرمایشی دارید بگید من گوش میدم، اگر نه شما رو به خدا میسپارم. در خدمت روز میخوام جمع ببینیم. من صداتون رو واضح نداشتم، متوجه فرمایشتون نداشتم، نشدم. اگر ممکنه که مجدد صحبت بکنید که خیلی خوب زهرا گفت صدا خوب نبود، فقط کلمه اندیشه رو من فهمیدم. فکر کنم میخواستید نماینده کلاس رو بفرمایید، درسته؟ به سلامتی برای فروردین احتمالا نماینده کلاسه. حالا به هر شکل من به سلامتی خوشحال شدیم صداتون رو شنیدیم. بقیه دوستان صحبتی مطلبی اگه دارید بگید، ما در خدمت هم هست. اگر فرمایشی دارید در خدمت هستم، اگر نه که شما رو به خدا میسپارم. اینشانه که موفق باشید. باقی بقایتان، خدا نگهدارتان.